برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. من رو در هر کجای گیتی که هستید بپذیرید. امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. I'm going to show you something. یه چیزی رو نشونتون میدم که خوشبختی بر سه ستون استواره: فراموش کردن تلخی‌های گذشته و دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز. It's not clear here, رضا جان. و امیدواری به فرصت‌های فردا. و خوشبختی بر سه ستون هستش: فراموش کردن تلخی‌های دیروز و غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و امیدواری به فرصت‌های فردا. در رابطه با خوشبختی می‌خوام صحبت کنم و اینکه شما نگاه کنید ببینید که خوشبختی رو چه معنایی میدید. خود شما زنگ بزنید اصلا به نظر شما خوشبختی چه معنایی داره. Thank you very much. و آیا این چیزیست که شما میبینید و آیا خوشبختی برای شما معنای دیگه‌ای به غیر از این داره؟ میتونید زنگ بزنید و من در خدمتتون هستم. تلفن های ما همونجا هست، خطا به ترتیبی که روشن میشه به شما جواب میدیم. در رابطه با خوشبختی موضوعی رس که می‌خواستم حتما امروز نشونتون بدم که آدم‌ها، ما فکر می‌کنیم که خب همه چی رو باید داشته باشیم بعد اون موقع خوشبختیم، در صورتی که آدم خوشبخت این نیست که همه چی رو داشته باشه. میتونه در هر لحظه احساس خوشحالی کنه با اون چیز حداقلی که داره، ولی اغلب آدم‌ها دنبال چیزهای دیگه می‌گردیم. فکر می‌کنیم اگر، یعنی هر آرزویی داریم، اگر فلان چیز رو داشتیم، حتما ما با خوشبخت می‌بودیم. قطعی رو بهتون نشون میدم، حالا هنوز نه. خوشبختی اون قانون‌های ذهنی است که به ما میگن، اون رضایتی است که ما از خودمون داریم، از زندگیمون داریم. و اینکه مهم نیست چقدر داریم یا نداریم، چی داشته باشیم یا چقدر داشته باشیم، اون چیزی که از همونی که داریم، از همونی که ما داریم راضی هستیم یا نیستیم. وقتی آدما خیلی چیزا رو دارن اما بازم احساس خوشبختی ندارن، میبینیم که ای عجیبه، این آدم همه چی داره ولی احساس خوشبختی نداره. یا برعکس میبینیم که آدمایی که چیز زیادی ندارن، حتی رو صندلی چرخدار هستند، حتی رو ویلچر هستند، ولی احساس خوشبختی میکنن. خوشبختی در واقع میزان رضایت ماست در زندگیمون از اون چی که داریم. خوشبختی میزان رضایت ما از اون چی که داریم هستش. حالا این سوال پیش میاد که چطوری میشه در کل زندگی احساس رضایت کرد؟ میدونیم زندگی مجموعه از لحظه هاست، چون پشت این لحظه ها لحظه بعدی، لحظه بعدی، لحظه بعدیه، و اون لحظه بعدی و بعدی. پس اگر میخوایم نگاه بکنیم تو زندگی، میخوایم ببینیم که آیا ما تمرین میکنیم که در اون لحظه راضی باشیم و تصمیم میگیریم که اکنون راضی باشیم، لحظه بعد راضی باشیم، و هر لحظه با تمام مسائلی که برامون پیش میاد تو زندگیمون رو خودمون کار کنیم و به خودمون بگیم که مسائل هست ولی من میخوام لحظه رو داشته باشم و نگاه کنم و تلاش کنم که چگونه میتونم راضی باشم. اگر کسی این چنین نگاه بکنه میبینه سال هاست لحظه به لحظه خوشحال بوده، 4 سال همینجور خوشحال بوده، نه اینکه مسئله نداشته باشه. همه آدم ها مسائل زیاده،
زیاد دارن، ولی میگن این مسئلمه، اینو میگذارم کنار، میگذارمش اینجا، این مسئلمه میگذارمش کنار و نگاه میکنم ببینم که حالا چه کار میتونم راجبش کنم. آیا میتونم بدبخت و بیچاره و ناتوان باشم و ویکتم باشم و گریه و زاری و فریاد، یا اینکه میخوام نگاه کنم ببینم که حالا در این لحظه شاد باشم، خوشحال باشم تا ببینم مثلا چی میشه. قسط خونم رو ندادم، حتما یه کاری براش میکنم، ولی در این لحظه نمیشینم گریه و زاری بکنم که حتما نمیتونم بپردازم. به قول معروف از این ستون به اون ستون فرجه و بعد نقشه کشی میکنم، نقشه میکشم. برخلاف تصور انسانهای معمولی، دانشمندا معتقدند در هر عمل و کاری که انجام میدید یه مقداری انرژی نهفته و ما فقط در صورتی که روی اون کار توجه داشته باشیم، مراقبه داشته باشیم، توجه بدیم، میتونیم انرژی رو دریافت بکنیم. مثلا از صبح شروع میکنیم، از خواب بیدار میشیم، خب مسواک میزنیم، در همون حال به صدها چیز دیگه ما فکر میکنیم، صدها چیز دیگه غیر از مسواک زدن. مثلا توجه کنید، نماز دارید میخونید، دعا دارید میکنید، صبحونه دارید میخونید، فکرتون هزاران جای دیگه است غیر از صبحانه خوردن. در واقع هر کاری که داریم انجام میدیم به همه چیز فکر میکنیم غیر از اون کار. این باعث میشه انرژی پنهان کارها رو دریافت نکنیم. هیچ، نه تنها اون رو دریافت نمیکنیم، کلی همون انرژی خودمون رو، انرژی ذخیره‌مون رو از دست میدیم. بی جهت خرج میکنیم، بی جهت صحبت میکنیم، بدون مراقبه، بدون فکر، و تمرین هایی رو برای درک لذت بردن در اون لحظه که داریم یه سیبی رو گاز میزنیم، یه استکان چای رو داریم مینوشیم از دست میدیم. کاری که داریم میکنیم راجبش فکر نمیکنیم که بشینیم به یک جای آروم، الان دارم چی فکر میکنم، الان چه برنامه میخوام بریزم، هر جرعه چای رو با توجه بنوشم، بعد انرژی خوبی درون هست، لذتی هست که باعث میشه که فکر من باز شه، که چه شفاف شه در واقع، که من اگر دقت کنم نگاه میکنم توی ذهنم چیزایی داره اتفاق میفته که اصلا زمانی که آروم نیستم اتفاق نمیفته. بعد یه دفتر مراقبه برای خودتون داشته باشید و بنویسید کجا من توجه کردم، کجا من اتنشنم بود، و کجا زمانی که مسواک میزدم حواسم به مسواک بود، صابونه میخوردم حواسم به صابونه بودش، با بچه‌م حرف میزدم حواسم به بچه‌م بود. در واقع به سلول‌های بدنتون با هر لقمه صبحانه که دارید میخورید، با هر کلامی که دارید با عزیزتون صحبت میکنید دارید توجه میدید، و این باعث میشه که شما انرژی خوبی رو صرف میکنید و از اون انرژی که ذخیره هستش استفاده میکنید. اونجاست که تمرکزتون زیاد میشه، متوجه میشید که واه، زندگی یه چیز دیگه ایه، نگاه من یه چیز دیگه ایه، خوشبختی یک چیز دیگه ایه. و برعکس، ما همه بر روی این مسائل اصلا اهمیت نمیدیم، اصلا توجه نمیدیم. نوع غذا خوردن ما باعث چاق شدن ما یا وزن از دست دادن ما میشه، و اینکه اصلا توجه نداریم که چه کار داریم میخوریم، چه داریم میخوریم، چی داریم وارد بدنمون میکنیم. اصلا آیا شما آگاهانه اون سالاد درسینگ رو یا روی سالاد رو میریزید؟ آیا آگاهانه دارید لقمه ها رو میل میکنید؟ آیا نه حواستون به این آیفون و توجهتون به چیزهای دیگه است؟ تمام این موضوع باعث میشه که ما چگونه نگاه بکنیم و چگونه زندگی رو نگاه داشته باشیم، و به تدریج میبینیم که زندگی اون نیست که ما داریم نگاه میکنیم. زندگی چیزیست که داره بر ما میگذره و ما بدون اینکه توجهی داشته باشیم با اون چیزی که بر ما میگذره داریم زندگی میکنیم. آدم‌های خوشبخت حتما آدم‌هایی هستن که اهداف دارن. من میخوام ببینم مثلا شما در سال جدید الان خودتون اهدافی برای خودتون دارید؟ برنامه ریزی دارید که هر روز صبح چیکار کنید؟ آیا روی این تلفنتون
تلفن، آیفون، آیپد، هر چی که دارید. آیا نوشتید که امروز ساعت فلان چه کاری میخوام بکنم، چه بعد چه کاری میخوام بکنم؟ آیا برنامه هاتون مشخص هستش؟ و آیا خوشبختی خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید؟ اگر دیگری صاحب مقام و منزل و استاتوس و نام و عنوان دکترا و نمیدونم وکیل و غیره داشت، آیا او آدم خوشبختیه؟ یا ما هم میتونیم در نوع خودمون در هر کجایی که هستیم آدم خوشبختی باشیم؟ یه قسمت پاورپوینتیه میخوام بهتون نشون بدم که اگر بشه اینجا حالا کیو آر، اگر امروز بیدار بشید و هیچ دردی ندارید، بدونید که شما از خیلی از آدمهای دیگه خوشبختر هستید. Do they hear it? Yes. اگر امروز خطر جنگ رو نمیدونستید، خطر تنهایی زندان رو نمیدونستید و از گرسنگی خبر نداشتید، یا ما شما از 500 میلیون انسان‌ها خوشبخت تر هستید. و اگر شما میتونید برید جای مذهبیتون دعا بکنید، مذهبتون رو نگه دارید، شما خوشبخت‌تر از 3 میلیون جمعیت جهان هستید. و اگر شما احتیاجات معمولیتون رو دارید، یه غذایی، یه نونی، یه پنیری، شما از 75% آدم‌های دیگه دنیا خوشبخت‌تر هستید. و اگر شما یک پسنداز کوچیکی دارید، شما 10% آدم‌های دنیا هستید که یه پسنداز کوچیکی دارید. فقط 10% آدم ها یه پس اندازه کوچیکی دارن. و اگر شما بزرگ شدید، مسن شدید و هنوز میبینید پدر مادرتون زندن، شما خیلی خوشبختید که دارید میبینید پدر مادرتون وجود دارن و دارن پیر میشن. اگر شما لبخند دارید و قدردان یک نفر هستید، you are lucky because lots of people، خیلی از آدم ها ندارن اونو. If you have someone whose hand you can hold، اگر شما کسی رو دارید که میتونید دست رو نگه دارید، یا شونه ای دارید، بدونید خیلی خوشبختید و تنها نیستید. اگر این پیامو میتونید بخونید، بدونید خیلی خوشبختید. و 2 میلیون آدم ها نمیتونن حتما بخونن. این مسیج رو اگر میدونید، کاشکی به آدمای دیگه هم میتونستید بفرستید. و این مطلب زیبایی است که در کامپیوتر دیدم. سپاس فراوان، thank you. و یک خط دیگه رو هم خواستم نشونتون بدم. ببخشید من سرمای بدی خوردم. Can you show this? جایی که شما هر کدومتون تو اتاقتون یک لپتاپی دارید، مرسی، هر کدومتون تو اتاقتون یک لپتاپی دارید، میبینید که در اینجا در یک از کشورهای افریقایی داشتن یک لپتاپ و همه چجوری دوروبرش جمع شدن و چجوری براشون چقدر جالبه. یعنی اوکی.
دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظارگر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی‌دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. یکم سرما خوردم ولی به هر حال عشق شما، بودن شما تشویقم میکنه بیام عزیزانم، ولی خب اینم میگذره دیگه. مرسی دیر رضا. ابراهام لینکلن خیلی قشنگ راجع به افراد خوشبخت گفته و گفته که ما فقط میتونیم انقدر خوشحال باشیم که خودمون بخوایم. خب به همین مناسبت میخوام 10 نکته از کاراترین نکات و شیوه خوشبخت بودن رو براتون بگیم. شما هم زنگ بزنین، حرف بزنین که من کمتر حرف بزنم. کجاست که احساس نمی‌کنین خوشبخت نیستین؟ کی باعث میشه که شما خوشبخت نباشین؟ حتی بازه میتونین زنگ بزنین. چی میشه که فکر میکنین زمانی که چقدر من بدبختم، چقدر همه چیز مطابق میلم نیست، و آیا فرزندمه، همسرمه، اطرافیانمه، کیا باعث میشن که من احساس خوشبختی نکنم؟ و سوالای دیگه هم دارین که در رابطه با خودتون هست میتونید زنگ بزنید. برای تهیه کتابای من هم میتونید به این شماره که میگم آماره کاغذ مداد داشته باشید که بنویسید، شماره رو اعلام میکنم که میتونید سفارش بدید. ولی به هر حال من حتما امروز این 10 نکته که باعث میشه که شما زندگی شاد و خوشحالی داشته باشید رو حتما خدمتتون میگم. اول از همه اینه که تصمیم بگیریم شاد زندگی کنیم. همونطور که ابراهام لینکلن کشف کرد و گفت بیشتر افراد اغلب میتونن بین شادی و استرس، آرامش و افسردگی، آشفتگی یکی رو انتخاب کنن. شما هم شادی رو انتخاب بکنید. اولین چیز اینه که تصمیم بگیرید که کسانی که راجب شما حرفی میزنن و دیگران میان به شما میگن نخواهید بشنوید. این اگر غیبتی شده، چیزی گفته و میان به شما میگن نخواهید بشنوید، برای اینکه گفتن اینها واقعا بسیار دردناک هستش و اثر بسیار بدی رو روحیه شما میذاره و شما حالت نفرت پیدا میکنید و نفرت باعث از بین بردن شادی میشه. پیشنهاد من دومین اینه که به هیچ وجه این اخبار رو گوش نگاه نکنید، گوش ندید، کمتر ببینید و کمتر دنبال کنید. امروز بازار سهام
در حال نوسانه. امروز سیاستمداران هر روز دارن یه سازی میزنن و یه چیزی میرقصن و یه چیزی بهتون میگن و در رقابت هستن و غیره و تمام اینها حال شما رو خراب میکنه. به خاطر داشته باشید که شما ظرفیتی دارید محدود برای تحمل استرس روزانه، پس تلاش کنید که استرس خودتون رو پر نکنید. یه ظرفی دارید و اون هم محدوده. توجه کنید که قدر شناس باشید. یکی از راه‌های خوشبخت بودن اینه که قدر شناس باشم. برای همه ما موفقیت‌های زیادی پیش اومده، ولی آیا ما رفتیم از اون موفقیت‌هایی که به دست آوردیم چه توسط خودمون چه توسط خودمون چه توسط دیگران، از این موفقیت‌های کوچیکم خودمون قدردانی کردیم؟ به بچه زرنگ بودی رفتی این موفقیت رو به دست آوردی، چه خوب فرانکس مادرت پدرت کمک کرد که این موفقیت رو به دست بیاریم. یا اشخاص متفاوتی که دور و بر ما هستن، برای ما کارهای خیلی کوچیکی ظاهرا کوچیکه کردن ولی بزرگه در واقع. آیا ما دلگرم شدیم و رفتیم و با ایشون ازشون قدردانی کردیم؟ و یا زمانی که یه چیزی مطابق میلمون نبوده، مشکلی بوده، فوری جنگیدیم و اعتراض کردیم؟ مرحله سوم اینه که برای هر کاری که میکنید وقت بگذارید. شاید تعجب کنید ولی از حیوانی به نام سگ ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، به غیر از وفاداری، آرامش، توجه، که چجوری وقت میگذاره، چجوری مناظر رو نگاه میکنه، چجوری بو میکنه، چگونه صداها رو میشنوه، چگونه تو حیات که میبریش حواسش به همه چیز هست، به حرکت ما، با راه رفتن ما راه میره، با وقار راه میره، هنگام گرسنگی چگونه میادش خودش ابراز میکنه که گرسنه است و اون غذا رو که ما جلوش میگذاریم چگونه توجه میکنه، نگاه میکنه، بو میکنه، بعد میخوره. اگه ما میتونستیم یک کم مثل این حیوانات آگاه و الرت باشیم، میدیدیم که زندگیمون چقدر فرق میکنه. نکته بعدی این که تلاش کنیم که قلن یک لطیفه در روز گوش بکنیم. یک لطیفه یا خودمون تعریف کنیم و با خودمون بخندیم، یا دوستدارانمون، همکارمون، فامیلمون وقتی یک لطیفه تعریف میکنن یا زنگ میزنن بگیم شما لطیفه داری به من بگی؟ خیلی قشنگه. یعنی این از میشه یه احتیاط، احتیاط خیلی خوبیه، بهتر از هر دارو و دوا هستش. یک لطیفه و خندیدن. خندیدن به چیزایی که اصلا معنی نداره، خندیدن به هر چیزی که میتونه وجود داشته باشه و واقعا پای اساسی هم نباید داشته باشه، منطقی هم نباید باشه. یه چیز خنده‌دار، یه چیز جالب. خیلی وقت آدم به خودش میتونه بخنده که اون خنده واقعیه، نه به دیگران خندیدن. موضوع بعدی که میتونه باعث شادی ما بشه اینه که تو زندگی یک عاشق واقعی باشیم. علاقه، محبت، دوستی و گرمی خودمون رو، عشق خودمون رو به اطرافیانمون نشون بدیم. به اونها به بهترین وجهی که فکرشو میتونید بکنید بهشون واکنش مثبت نشون بدید. در محبت و دوستی دست و دلواز باشید، سخاوتمند باشید. و کی بیشتر از همه بهره میبره از این دوستی و محبت، سود میبره؟ فقط خود شما. و یه موضوع این که هستش که کسانی که شما را اذیت میکنن حتما باید روبروشی باش، اون حتما باید مسائل را حل کنید، ولی ببخشید. بخشیدن به این معنا نیستش که دوباره تو چاله اونا بیفتید. بخشیدن این که میبخشم، فاصله میگیرم و فراموش نمی کنم و آگاهم. ما میگیم forgive not forget. پس حواسمون هست و کینه ورزی نمی کنیم و معنا نمی دیم و بزرگ نمی کنیم. یکی از موضوعهای خیلی مهم هستش تو زندگی که بعضیا فکر میکنن که این موضوع به خوشبختی ربط نداره، که خیلی زیاد ربط داره، سخت کار کردنه. شاید تعجب کنید اما افرادی که برشون آزمون های انجام دادن
دیدن که این افرادی که کار زیادی میکنن رضایتمندی فوق‌العاده‌ای در اونها وجود داره و اونها از کارشون، از زندگیشون خیلی بیشتر لذت میبرن و مسائلی که برشون پیش میاد به خاطر کار زیاد داشتن فرصتی نیست که زیاد بهش بیندیشند. بنابراین حالا هواشون خیلی بهتره. وقتی میگیم کار زیاد منظورمون 40 ساعت در باره اغراق دیگه نیستش، به اندازه‌ای که سلامتیتون حفظ بشه. بنابراین داشتن کار مناسب، کاری که دوست دارید، بسیار مناسب است. رضا جان ببین خطی داریم بیارین اینجا. هر روز چیزهای جدید بیاموزید. حتما بیشتر مردم برای اینکه بتونن شاد زندگی کنن و خوشحال باشن قراره یه چیز جدید یاد بگیرن. یه کلاس زبان جدید برید، در کالیفرنیا اسپانیش زبان بسیار خوبیه. یه نقاشی یاد بگیرید، یه موسیقی گوش بکنید، یه کار جدید رو حتما یاد بگیرید و انجام بدید. بله بله بله، حتما کار جدیدی رو انجام بدید. مرسی عزیزم. و الان جواب میدم خطو. و آخرین چیزی که میخواستم بگم، ورزش کنید، پیاده روی کنید که برای خودتون خیلی خوبه. از مواد مخدر هم حتما دوری کنید. و کتاب راز شادزیستن، آخرین راز شادزیستن رو از وحید افضلی ترجمه کرده و آندرو ماتیوس نوشته، حتما بخونید. جونم بفرمایید. سلام عزیزم. سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟ بخیر. اصلی شما بخیر جونم. ببخشید خانم دکتر، من سوال داشتم خدمتتون بابت پسرم. اگر بزرگتون بسیار قدم هم باید صحبت کردین و دیگه من با خود تصمیم گرفتیم که هفته یه مرتب اگه بشه امکانش باشه از صحبت بسیار بکنیم با شما که چرا مشکلات شکی یکی تا اندازه حتما بفرمایید. الان هم به بسه گفتش که من یک پسرمینی بخوام دکتر صحبت کنم، ولی اگه لازم بود خوام دکتر بودن که با خودم صحبت کنم من صدا بزن. بعد تو کلان خوام دکتر این از همین الان، از همین الان بگیم بیاد بشینه پلو شما. الان صداش کنم بیاد اینجا؟ بیاد پلو شما. بله تشکیه لحظه گوشی. مادر جون دلم، خانم دکتر اومده؟ بله صحبت کنین شما، بعد خود جمع میادش جونم. بعد خانم دکتر کلان تو زمینه درسش رو تو ورزش رو اینا، بعد مشکلاتش بکنه اینه که خیلی دوست داره مثلا همجه بورد داشته باشه اول باشه، بعد الان هم امروز که از باشگاه اومده خیلی ناراحت بود. خواستم اونجوری که شما روز نمیشه مثلا صحبت کنی با خانم دکتر اینا، خانم دکتر من یه سوالی از شما میپرسه اینا مثلا بهتر میتونه کمکت کنه تا من خواسته باشم مثلا توضیح بدم با خانم دکتر مثلا حالا راه حل رو بهتون میدن دیگه. راضی شده بعد مطابقه شد دیگه. بعد حالا از بابت این من میخوام با خود صحبت کنم که ببینم الان مشکلش چی بوده. الان مثلا این اتفاقی که بقول معروف امروز مثلا نمونش افتاده، بعد کلا توی زندگی روزمرهش و مدرسهش و درسش و ورزشش و اینا کلا هست. بعد باز من سوال دیگر رو خدمتون باز خودم دارم یک سه سواله رو اگه اجازه بدیم باز من از خودتون میپرسم. گوشی رو بدم؟ باشه عزیزم، یه لحظه گوشی. هلو. سلام گلم، خوب هستین؟ سلام، حالتون خوبه؟ حالت خوبه عزیزم. چند سالته؟ 15 ساله. به به به، 15 ساله باهوش زرنگ که میاد رو خط تلویزیون، به احترام میذارم. خیلی خوشحالم عزیزم، بگو قولم. ببخشید امروز رفته بودم کلاس تنیس، بعد با یکی از حریفم سن خودم بازی کردم، بعد بردمش. بعد با یک آقایی که سنشون خیلی بالا بود همون پسره رفت بازی کرد، بعد از ایشون برد. بعد منم رفتم چون میدونستم میبرمش، رفتم یه دست با آجاقای زدم، بعد منو برد. بعد خیلی ناراحت شدم چون اون پسره رو برده بودنش، خیلی جای تعجب بود که اون پسره مثلا از من باخته چجوری این آقا رو برده. بعد میخواست بدونم چی کار کنم بخاطر این روحیه خراب. شما از پسری که بازی کردی بردی، بعد این پسر رفت با یه آقای بازی کرد برد، ولی وقتی شما با اون آقا بازی کردی باختی، درسته؟ بله بله. خب چه اشکال داره عزیزم؟ اولا باید خوشحال باشی،
انقدر شما خوب بودی که اون موقع برنده شدی، ولی این پسر رفت از اون آقا برد، باید براش خوشحال باشی، باید یه دستم بهش میدادی و میگفتی خوشحالم که بردی، تبریک میگم بهت، بردی. بعد شما رفتی با اون آقا بازی کردی، در اون شرایط، در اون موقعیت آقا خیلی تلاش کرد یا هر چه بود از شما برد، درسته؟ بله. خب این به اون معنا نیست که شما برنده نیستی، شما زندگی اصلا برنده بازنده نیست، زندگی شما باید این تنیس بازی میکردین؟ بله. شما باید اصلا تنیس رو به عنوان یک ورزشی که دارین بازی میکنین و لذت میبرین. آیا شما وقتی تنیس بازی میکنی میری میای میدویی میدونی که چقدر هورمون‌های شادی بخش برات ترشح میکنه و چقدر حالت بهتر میشه و بهتر از هر داروی افسردگی میتونه حالتو خوب کنه؟ اینو میدونی؟ بله. خب پس اینو میدونی، بسیار عالی. خب شما با ایشون بازی کردی، بردی، عشقش هم کردی، این آقام با اون بازی کرد برد، عشقش هم کرد، اون آقام با شما بازی کرد برد، همه تون یه بار بردین امروز، خیلی هم خوب، اینو میگیم برنده برنده. هر کس یه بار برده امروز، شما باید خوشحال باشی. اگر فکر کنون آقای بیچاره که از اون باخت، از شما میباخت، همه روز نگران بود، ولی هر سه شما تو این بازی برنده شدید، درسته؟ یعنی چی توی بازی برنده شد؟ هر سه برنده شدید، شما از دوستت بردی، دوستت از ایشون برد، ایشون هم از شما برد، درسته؟ بله. پس اگر دوستت به شما باخت، به یکی دیگه برد، اون آقا اگر از دوستت باخت، از شما برد، درسته؟ بله. خب پس چه قشنگ، اینجوری زندگی رو نگاه کن پسر گلم، که هر سه شما در نهایت یک بار برنده شدید، اینجوری باید خوشحال باشی، نه که فقط من خودم برنده شم، من خودم عالیم، این معنی نمیده که شما ضعیف هستی، متوجه ای؟ بله. چه احساسی میکنی اگر یکی دیگه ببره؟ حالت بد میشه؟ فکر نکنم حالم بد میشه. پس چیه ناراحتی چیه؟ بقید با... چون امروز منو برد، مطمئنم که یک مثلا استعداد توش هستش که شاید از منم بهتر باشه، دفعه بعدی هم فقط داره برده باخت بازی نمیکنه، هرچی شد شد، فقط خواهم یه چیز یاد میگم. آفرین آفرین، بهشم تبریک بگو، اون آقا بیچاره از اون پسره باخت، حالا از شما برد، در نهایت ستاییتون یه بار بردین، درسته؟ بله. خوشحال باشین، حتی اگر میباختیدم باید خوشحال میبودی، چون پشدی رفتی ورزش کردی، این مهمه. و تمام نکته اینه که عزیز دلم قرار ادامه بدی این کارو. یکی از راه‌های خوشبختی خوشحالی اینه که ما یه کاری رو میکنیم خراب میشه، یا رفوزه میشیم، یا تجدید میشیم، یا میفتیم، قرار دوباره چیکار کنیم؟ پشیم و بکنیم. اگر پا نشیم و انجام ندیم، اونجا بازنده ایم. متوجه عزیزم؟ یعنی نباید ول کنم، باید ادامه بدم. اصلا نباید ول کنی، تازه باید خوشحالم باشی که آقای مسنتری بین شما بوده و برنده شده، چه خوب، براش باش قرار بگذار. ببخشید من حالم خوب نیم. باش قرار بگذار که دوباره بازی میکنیم، او تمرین کنه، شما تمرین کنه، ببینیم کدوممون بازیمون بهتر میشه و بیا اصلا با هم فقط بازی کنیم، نشموریم، برنده بازنده نداریم، نشموریم، بیا بازی کنیم با هم دیگه، دوستای اینجوری داشته باش. کسانی که سر برد و باخت مسئله دارید، یعنی این برد و باخت از همون مسئله فلیک استیج و 5 سالگی شروع میشه، تو پریسکول آمادگی که بچه ها رو میفرستیم، من بردم، من باختم، معلم جایزه داد، معلم به او جایزه نداد، اونجاست که میمونه رو آدم. نه، خیلی راحت بگو با هم دیگه بازی میکنیم و مهمم نیست که چی بشه، مهم اینه که من و شما میخوایم با هم دیگه برنده بشه، با هم بازی کنیم، اصلا مهم نیستش که کی چی میشه. لحظه های زندگی رو باید خیلی شیرین‌تر و قشنگ‌تر نگاه کرد عزیز دلم. میدونی زندگی محل بردن و باختن نیست، زندگی اینه که ما چجوری برنده برنده زندگی کنیم، من برنده شم و دیگری هم برنده بشه،
متوجه ای؟ بله بله. سوال دیگه ای چی داشتی؟ مامانت گفت یه سوال دیگه ای داشتی. بله مثلا یک هفته است که وقتی که شب میخوابم مثلا فکر میکنم که امروز خیلی روز بدی بود، مثلا با یک روز بد تم توی بالش روی بالش گذاشتم. یک هفته است همش روزا با هم بد میگذاره، ناراحتم با این موضوع. اوکی، چی میگذره روزا؟ آیا مراقبه میکنی؟ آیا روزاتو مینویسی؟ آره مثلا مادرم بحثم میشه بعضی وقتا، یا مثلا تو باشگاه مثلا خوب کار نمیکنم، یا خوب کار میکنم ولی مثلا از این ناراحتم که مثلا اون مثلا خیلی دست مادرم ناراحت شده بودم، بعد رفتم باشگاه مثلا به هیچ که سلام نکردم از دست که ناراحت بودم. حالا از دست مادرت ناراحتی؟ ناراحتیه، گفتم بهت این ناراحتیه. ناراحتی رو بذار کنار، چون یه ناراحتی با مادرت داشتی از دستش ناراحت شدی، بعدم رفتی چهار تا چیز دیگه درست کردی، بعد اومدی داستان درست کردی، بعد شبم خوابت نبرده، این ناراحتی مادرته. بذار کنار، گوشه حیات بگو برو، میرم حالا، میرم عشقمو میکنم، حالا میرم حالم خوبه، به همم سلام میکنم، با همم صحبت میکنم، بعد میام خونه. اصلا این مسئله ممکنه باد زده برده باشه تش، ممکن اصلا تموم شده باشه، تموم شد یک زندگی نو، یک نگاه نو. یکی از راز خوشبختی که امروز صحبت میکردیم قرار بود که به مسائل بزرگ نکنیم و لحظه لحظه زندگی کنیم و نگاهش نکنیم. متوجه ای؟ بله. چطوری میتونی این کارو کنی؟ برای چی؟ برای تو زندگی، تو زندگی لحظه هستش که خیلی چیزا ناراحتت میکنه، خیلی چیزا خوشحالت میکنه، قراره بگذری، قراره عبور کنی، قراره بگی که خب این نیز بگذرد و حالا برم به قسمت بعدی زندگی بپردازم. و بدونی که عزیزم وقتی در شادی بسته میشه اغلب ما انقدر به اون دره نگاه میکنیم که اصلا متوجه نیستیم که یه دره دیگه برای این که ما داره باز میشه و توجه نداریم. بدونیم یه دره دیگه داره باز شده. خب باید توجه کنی دیگه. بگو. یعنی امشب مثلا از اون آقا باختم، این دفعه بعدی مطمئن باشم که میبرم شده؟ نه مطمئن نباش میبری، اصلا همچین انتظاری نداشته باش از خودت. تمرین کن همینطور که نشستی تو خونه. یکی از کارهایی که آزمونهایی که شده در رابطه با بازیهای مختلف ورزشهای مختلف آدم ها انجام دادن، یه ده همینطور که نشستن شروع میکنن تایپ میکنن و تایپ رو میتونن یاد بگیرن. من خودم تایپ فارسیمو اینجوری یادم افتاد، اون روی شکلشو روی جلوم گذاشتم، رانندگی میکردم نگاه میکردم و تایپ میکردم، بعد تو فکرم تونستم زود تایپ فارسی رو کنم. برای تنیسم با خودت شروع کن که تمرین کن، تو فکر تمرین کن و برو باش قرار بذار که من بازی میکنم یا میبرم یا نمیبازم، اصلا مهم نیست، مهم اصل بازیه، مهم اصل بازیه. مثلا اصل بازی یعنی لذت مگه نمیبری لذت از بازی؟ چرا اول لذت هم فقط بخوا لذت ببر، نخوا ببری یا بباز. باختن و برنده شدن رو نگذار مسئله زندگیت. متوجه هستی؟ بله. بگو من کارامو میکنم به عنوان یک آدم معمولی تا اون چیزی که میخوام پیدا کنم بهش برسم، ولی خودمو نمیکشم اگر اینجا باختم، یه جای دیگر رو یه جوری دیگه برنده میشم، باید تمرین بیشتری بکنم. ما نباید همه جا برنده بشیم. اگر یه همچین انتظار وحشتناکی از خودمون داشته باشیم پس اصلا اعصاب نداریم دیگه، یه آدم دیپرس افسرده یه بیچاره میشیم عزیزم. ده. مثلا دفعه بعدی مثلا بازی کردیم گیم، مثلا یه گیم بردم ازش، چیکار کنم؟ یادت باشه ما فقط یه بار زندگی میکنیم و فرصت‌های کوتاهی برای انجام بازی‌ها داریم. من بازی میکنم بردم که خیلی خوب دست میدم میگم بردم، باختم دست میدم به طرف میگم خوشحالم که برنده شدی، دفعه دیگه باز هفته دیگه باز با هم بازی میکنیم. ده. خیلی هم خوب ده. و خیلی هم مهربون، قلبنم خوشحالم که اونم رشد کرده. بعد امروز که مثلا باشون بازی کردم، بعد مثلا سبک خاصی داشتن، هی چپ و راست میکردن، مثلا چپ و راست کردن خواستم چی جواب بدی خیلی سخته توپو، بعد مثلا گوش کرد تو ماشاءالله خیلی خوب جواب میدی، مثلا من با قهرمان استان بازی میکنم نمیتونه مثلا با این سبکم جور در بیاد، میگه من نمیتونم
سبک تو رو جواب بدم. بعد گفت مشاوره تو خیلی خوب بازی کردی، مثلا تک تعریف هم ازم کرد، گفت بازیت خیلی خوب. باریکلا، چه آدم خوبیه، چه آدم خوبیه. خب تو بعد چپ و راست تو تمرین کنی دیگه، تو بعد همینجور که نشستی با یه دوستای دیگر بدون اینکه خطا رو جواب میدم، بدون اینکه فکر برنده بازی برنده یا بازنده باشی، با یه دوستت بری بازی کنی، بگی چپ و راست بزنه برات، فقط چپ و راست بزنه، تو چپ و راست تمرین کنی. بله متعجبم. مرسی. مامانم یه لقه گوشی نگه داره مامانت. خطای دیگه هم روشن هستش، من شما رو هولد میگذارم و برمیگردم. نمیدونم چگونه رو هولد بذارم. ها کنه پوده دیست بله بله چجوری؟ یا الو الو جانم بفرمایید. سلام علیکم خانم. سلام خانم، حالتون چطوره؟ من خیلی وقتی پشت خط هستم، شرمنده. اوز میخوام، من یه خانم 56 ساله هستم که در 15 الو صدای من داره؟ بله بله بله. که در 15 سالگی به اجبار خانواده منو به عقل آقای در بودن که 15 سال از من بزرگتر بود، 30 ساله و ما این ازدواج الان 41 ساله طول کشیده و من در حال حاضر الان صاحب 3 بچه شدیم، به پسر 40 ساله، یه دختر 36 ساله و یه دختر 29 ساله. بله. و ایشون بسیار آدم فحاش و دهن عصبی و بسیار خسیس. بله. و ته این دوران خب من تا اونجایی که سنم از اونجایی که شروع ازدواج کم بود تا حدود نزدیک فکر میکنم 29 سالم بود که ایشون میترسیدن و سر هر موضوع کوچیکی ما باید تابع ایشون بودیم و بسیار به شدت خشونت زیادی داشتن و اگر خدای نکره چیزی میشکفت یا یک کنترل یا دست ما میفتاد یا اتفاق میفتاد تو خونه فاجعه به اتفاق میفتاد. بسیار آدم عصبی و خیلی جنجالی هستن، یعنی هر چیزی، هر اتفاق کوچیکی به یک جنجال و فاجعه منجر میشد و بچه ها خب در کنار این بحث و جدل ها خیلی آسیب دیدن و من ته این سال تا 29 سالگی که ایشون میترسیدن و بعد کم کم که یه خود سنم بالا طرف یه خود خواستم که خودم رو ایمپروف کنم، در کنار بچه ها همه حقه های بچه ها رو هم به زور از ایشون شروع کردن، مبارزه کردن، گرفتن که حتی کلاس زبان بچه ها رفتن که اصرار داشتن برن و ایشون اصرار داشت ندن، حالا در کلاس های دیگه یا چیزهای دیگه که در شرایط هر خانواده هست و بچه های باید داشته باشن در سن خودشون، اینا رو همه رو من با جنگ و زور به دست خودم و پنهانی از ایشون خودم هم در کنار اینا مشغول به تحصیل شدم، چون من خب درسی فرصت نداشتم بخونم تا اون زمان، تا نهم اون زمان سیکل اون زمان خونده بودم. بعد با البته این چون حمایت میشد از طرف مادرم بسیار و من هیچ وقت نمیتونستم حقمو بگیرم از ایشون، چون همیشه با مخالفت خانواده خودم بیشتر مواجه میشدم و ایشون هم این یه برگ برنده بود که بیشتر سر ما سلطه داشته باشه. و حالا بعد از گذشت 41 سال من الان پسرم که ایشون مهندس هستن، دختر دومم مهندس برق هستن، دختر سومم نقاش هستن و گرافیک خوندن و زبان همشون هم عالیه، ولی خب با چه شرایط روحی خرابی. یعنی بله ما متاسفانه یک دقیقه فرصت داریم، سوالتون چی عزیزم؟ من سوالم اینه که من الان در شرایط بحرانی بسیار بدی هستم و ازشون الان به حالت قهر منزل مادرم اومدم، البته پدر مادرم فوت کردن و من خواستم ببینم، من الان دیگه برام قابل تحمل نیست زندگی با ایشون، درآمدی بسیار مختصری هم دارم که از تدبیر خودم به دست آوردم، حالا می‌خواستم شما من راهنمایی کنیم که آیا من راهم درسته یا نه، چون من تو اون خونه هیچ امنیتی از نظر روانی بیشتر نداریم، تهاجمی هم هستن. بله نه دیگه، و زمانی که شما از لحاظ فیزیکی، احساسی، روانی ابیوز میشین، ایموشنال اند فیزیکال ابیوز، قراره به پلیس ریپورت کنید.
و قرار نداره آخه ایران که میدونی شما آه در ایران هستید بر روی بر روی چون وقت تموم شده عزیزم پشت خط من با شما صحبت میکنم حتما حتما باید شما کارهایی که لازمه انجام بدید که دیگه زیر بار این مسئله نرید چون مثل که تازه الان فهمیدید که مسئلتون چی هستش باشه عزیزم من قطع کنم یعنی گوشت نه نگه دارید من پشت خط با شما صحبت میکنم و قراره که ببینید که میخواید چه کار بکنید آیا این زندگی ارزش این رو داره که باز بمونید یا نه من پشت خط با شما صحبت میکنم عزیزم بله من چقدر بمونم شما بمونید تا من میرم این اتاق چون آقای امیل عزیز اینجا برنامه دارن و بعد من باید استودیو رو خالی کنم و بعدش من گوشی نگه دارید خانم قبلی هم گوشی رو نگه داشتن من با هر دوتون صحبت خواهم کرد خواهش میکنم مرسی خدا نگهدار گوشی نگه دارید بله بله میگیرمشون گوشی خدمتون عزیزم میگیرمتون خب یادمون باشه شمایید که انتخاب میکنید چجوری زندگی کنید شمایید که انتخاب میکنید که یا ویکتم باشید مظلوم باشید بدبخت باشید هر جوری هست که تو سرتون بزنن و شمایید که انتخاب میکنید ریسکوئر باشید فقط مردم رو میخواید نجات بدید که بگین که منو نجات من نجاتت میدم تو زندگی کن و شمایید که حق ببخشید شمایید بیاید با هم باشید اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشه و بگذارید نسیم در میان شما بوزه یک دیگر رو دوست بدارید گوشی خدمتون میام خدمتون اما از عشق زندانی برای یک دیگه درست نکنید و بدونید که شمایید که میتونید زندگی خودتون رو بهتر از اون چی که ممکنه اداره کنید سپاس فراوان برای تلفن خرید کتاب ها به شماره 0912 500 گوشی خدمتون میام خدمتون 0912 578 1366 زنگ بزنید 0912 578 1366 Thank you very much سپاس فراوان خدا نگهدار با سلام من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید موضوعی که در رابطه با خودتون اطرافیانتون همسرتون فرزندانتون عزیزانتون دارید پرسش کنید هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.